ادامه افسانه عشق. عکسی صدای زهرا گویا بدیه هم رسید. صبح بیدار شد. اولا فضای دیه را خانش پرندگان پر کرد. بعد دیگر موجودات به جنب و جول در آمدند. صداهای کشادن و پوشیده شوی در و دروازه و بعضی دختر و زنهای سحرخیز حولی را آب زده رو بوچین می کردند. همه این آواها به گوش شایسته چون وقتهای پیشتر فارم نمی رسید. او را هوش و یادش به زهرا بند بود. هوش او را زهرا با خود برده. در مابین حولی بی حرکت می استاد و به یک نقطه می نگریست. مامای شاهانه خواب مانده بود. قریب سحر خواب حولناک دیده از ترس از جای خیست. روی حولی برآمد و شایسته را دید. چرا راست استاده ای؟ یکان گپ و خبر رسید. شایسته به مادرش نگریست و گفت: آچه، از زهرا خواکرم. بور را سوار شد و به جستجوی تاهیر رفت. آه، این عروسی بلا باز. شایسته به شست به سوی مادرش گشت و سخنهای در دلش گریه شده را بیرون ریخت. بس بس، نه زدنی آن عروسی بیچاره را. و چی گناه دارد؟ چرا او را بیهوده و بهوده نیش میزنید؟ عذاب دوزخ را روا میبینید؟ از روزی که من اینجا آمدم یک لحظه روی خوش را ندیده است. شب تا روز به یاد طایر می نشست، عشق می ریخت، رحم می پایید. بالای این شما همه بوای بالای سوخته نمکاب زهر می زنید. از کدام پیو قدم می گوید؟ آیا انسان در تقدیر و پیشانیش چی نوشته شدنش را می داند؟ او از کجا می دانست که طایر گپی هیچ کس را گوش نکرده تنها بسری چشمه گرم می رود؟ خداوند خودش شنوای و بینای و دانا، می بیند که در اینجا عیبی کیست. مامای شاهانه از چنین رنگ گرفتن صحبت گرنگ شد. خوابش به یادش آمد. طاهیر به قعر غار می غلطید. هیچ کس را یارای او را نجات دادن نبود. پسرم طاهیر جان، یاری دید. یکی زهرا خود را به سوی طاهیر زد، از دستش گرفت. بوته آنها را نگه می داشت، اما آن بوته را قدرتش نمی رسید که آن دو نفر را نگاه دارد. زهرا با چه قوه ناگه پر برآورد و طاهیر را برداشت. او را به لب غار آورد و سنگ بزرگ کنده شده یک طرف زهرا را کنده بود. طاهیر فغان کشید: زهرا، زهرا، جان و جگرم، نور دیدگانم، خودت را نگه دار. زهرا سراپا آغشته خون بود. مامای شاهانه خود را ملامت می کرد که بیهوده عروسی نجات بخشی پسرش را اینقدر با سخنهای تلخ عذاب داد و طاقت نکرده: زهرا، عروسی خانه و دری پسرم. با همین سخنها بیدار شد و جان حول بروی حولی برآمد. زهرا کجاست؟ با کی رفت؟ گفتم که با بور. چرا مرا بیدار نکردی؟ آخر از دست ما و شما چی می آید؟ زهرا کوه را چون پنج پنجهش می داند. دیگر آن که گفت که هیچ کس باید خبردار نشود. راز بین اوی و طاهیر است که کسی نمی داند. خدا نگه دارد. همسایه ها را آگاه نما. همه باید از عقبش رویم تا یگان حادثه نشود. همین وقت مادر زهرا شریف ما با شادمان در آمد آمدند. شایسته را دیده: دخترم، زهرا تنج است. شادمان زود خود را به خانه عروسی اپاش رسانید. انا اپا جان، من و آچم آمدیم. خانه را خالی یافت. تیز روی حولی برآمده: آچه، اپم در خانه نیست.
مامای شاهانه به نزد شریفه ما آمد و کتفی او را آغوش کرد و گفت زهرا سحر نشوده بور را سوار شده به کو رفته است، گویا از طاهر درک یافته است. کاش خدا چنین می شود. همسایه ها را آگاه می کنیم به کو برایند. آواز مامای شاهانه در آخر لرزان شد و از دیدگانش اشک ریختند. شریفه ما یک آه کشید و گویا خود به خود گفت خواب دیدم، خوابی خوب نی. می گویند خوابی زن چپه است، الها راست باشد. از این سخنی او مامای شاهانه هم پریشان شد. خدایا خداوندا، باز این زن چی خوابی دیده باشد؟ آخر خوابی مادران همیشه راست می برایند. خوابت را به آب نگفتی؟ گفتم. یک افگندم را هم گردی صورتش چرخ زنانده با آب پرتافتم. خوبش خوابت را افشا نکن، به هیچ کس نگوی، همهش نغز می شود. این طور آرام و دل سوزانه مصلحت دادن مامای شاهانه به شریف ما عجب آمد. دلش پر شد و با گوشه رویمانش اشکای چشمانش را پاک کرد و راست به چشمان مامای شاهانه نگریست. چشمانش مایوس بودند و رازی در قهر دلش. زهرا کی به کو رفته است؟ شایسته آگاه بوده است و گفت که شب از نیم گذشته بود. شریف ما بیمدار به گوشه سفره نشست. شادمان حیران لال خود را به مادرش جفس کرده به گوش او پیچی راست سر. اوچه دادام خبر کنم؟ مادرش نه هنگ گفت و نه نی. او باز خوابش را پیش نظرش می آورد. سری چشمه طاهر به درختی بسته. از دور آدمان ناشناس به سوی او می آیند. ناگه زهرا از کجای پدید آمد. در دستش کارت بود. بندی بسته ای طاهر را با کارت پاره کرد. هر دو خواستند به اسب نشینند. در رنده خود را به اسب رساند. زهرا با کارت به سر و روی آن در رنده می زد. خدایا این شکل در رنده را او بار اول می دید. نصفی تنش به آدم مانند و سر و کلش به خیرس. زهرا به اسب سوار شد و از سری آن در رنده سخت گرفته چون چاونداز ها به سوی دره اسب راند. اما یک دست زهرا خونشار شد و سری خیرس مانند را با خود به غار نای افکند. اسب شیه می زد. زهرا با یک دست از یال بور می داشت. شادمان به سوی اپش اپا جان اپا جان گویان داد گفته با آه و افغان می دوید. او هم دعا می خواند و دست برو می بود. آوازش در گلویش مانده بود. یکی کشاده شد و دادای زهرا گفته با ترس از خواب خیست. حالا تاریک بود، دیگر خوابش نبود. برابر دمیدن صبح به حولی طاهر خود را رساند. رساند و از واقعه آگاه شد و بیحال شد. شادمان خود را به سر مال رساند. آن شادمان، این سحری بر وقت از کجا آمدی؟ یکان گپ شد؟ اپم تنها از سوار به کو رفته است. چخیل تنها؟ کی؟ شب گفت و شادمان گریست. شاهین سری پسرش را به بغلش پخش کرد و گفت اپت جسور، از هیچ چیز نمی ترسد. اینجا یکان گپ هست. شادمان گریه آلود گفت از غار نای صدا آمده است. شاهین به شنوایی دخترش اعتماد داشت. شب صدا دور می رود، زهرا صدای را شنیده است. غار نای جای امن نیست. الها دخترم را در پناهت نگه دار. می دانست که به غار مال ناگه نزدیک شود بی پی و دود می شود. بله، چند بار زهرا از نزدیکی غار نای بوز و گوسفندان را آورده باری با خیرس ها هم روبرو شد. از چی باشد؟ کچپای ها با پنجه هایشان تنی بوز را لخته لخته کنده آواز برآورده به زهرا اشاره کردند که زود از اینجا رود.
شاهین از بالای شخ با ملتق شکاری شینک گرفته انتظاری می کشید که مبادا خیرس ها به هجوم نگذرند و دخترش گزند نرسانند. این کار خیرس ها را دیده خود هم حیران شد. آن روز زهرا را سرزنش کرد که تنها به غار نای نزدیکی نجوید، برای بزرگ گوسفند ها خود را به خطر نندازد. شادمان، تو اینجاییست، مالها را از رباط سر نده، من می روم. شادمان سر جنباند و از دور سیمای دو نفر را دید. انا بابای حیدر با عمکی عبدالقیوم می آیند، با آنها رمه را بانی می کنی. گفت و به اسب سوار شد و راه جانب غار نای گرفت. غار نای از اولی شاهین خیلی دور بود، مگر دو دره را پشت سر کرد بعد به آنجا رسید. شاهین چون باد اسب میران. می دانست که غار نای جایگاه حیوانات وحشی، مخصوصا خانه خیرس های عظیم جثه. نخواد طاهر به چنگال خیرس گرفتار شده باشد، آخرین شکارچگی هم جوابگری دارد. آه ناگاهی می گویند، کو از صداها آواها پر می شود. زهرا باز آواز داد، طاهر. غار نای عکسی صدا داد، طاهر، طاهر، طاهر. باد آوای مخشوشی را از داخل آن بیرون می آورد. غار نای در صداها می پیچید. زهرا لجام اسب را رها کرده باشد هم بور خود را از او عقیب نمی ماند. هر دو به غار نای نزدیک شدند. تاریکی حکمران بود در داخل غار. زهرا در دهان غار باز گوش و هوش شده ایستاد. آواز کندکنده چیزی یا نفس کشی کسی به زور به گوشش می خورد. ناگه صدای قنات زنی پرنده ها شنیده شدند. از صدای زهرا کورشپرک ها بیزابیته شده در فضای غار پر می زدند. بور باز شیه کشی. صبح در آهنگ بیداری و معما انگیز چرخ می زد. ادامه قصه افسانه عشق را خواهید شنید.